محل جسرس میکنم. یعنی همیشه انگار از خونمون تا ما یه دونه بردار رست شده، برداری به نام بردار مکان. آقا من یاد گرفتم که در حرکت شناسی متحرک ما رو خط راست حرکت میکنه، سمت راست ایکسای مثبته، سمت چپ ایکسای منفیه. متحرک میتونه در هر جای محور باشه. اگر بخوای دقیق بهش نگاه کنی، در هر فاصله‌ای که از مبدأ قرار داری، هر فاصله‌ای که از مبدأ قرار داری یه لحظه هم براش تعریف میشه. میبینی؟ و اگه بخوام برداری موسوم به بردار مکان رو رسم بکنم، همواره از کجا رسم میکنم؟ از مبدأ تا محل جسم. میبینی؟ از مبدأ تا محل جسم، از مبدأ تا محل جسم. آقا صاف و صوف بشین، صاف و صوف بشین. میخوام برای من بردار مکان رو رسم کنی با دست، با دست. قشنگ گوش کن. من الان اینجا وایسادم. من بردار مکانی ندارم چون تو مرکزم. میام اینور. بردار مکان از مرکز به سمت منه. یعنی بردار مکان اینطوریه. من تو مرکزم بردار مکانی ندارم. میام اینور. میام اینور، بردار مکان از مرکز به سمت منه. میخوام دستتو اینطوری کنی. بگی بردار مکان اینوریه، بردار مکان اینوریه. من هر جا بودم. آقا انجام بده ها تو خونه ها. اگه اولیا دارن نگاه میکنن تو خونه انجام بده بچه، بنجانا بزن سرش. آقا دقت کن. مرکز، مرکز بهش میگم مبدأ مکان، فاصله از مرکز، برداری است به نام بردار مکان، از مرکز تا محل جس رسم میشه. من اینجا بردار مکان رسم کن. آقا بردار مکان نداری، میشه بری اونور؟ بله اومدن اینور. بردار مکان اینوری، میشه بری اونور؟ بله. بردار مکان این سمتی، نگاه این سمتی، این سمتیه. برو اونور دوباره، من میخوام تکرار کنم. میام اینور، بردار مکان این سمتی. میام اینور، بردار مکان این سمتی. آقا یه سوال دارم، یعنی من اینجا باشم بردار مکان میشه این، بیام اینجا بردار مکان میشه این، یعنی موقعی که از این ور بیام این ور بردار مکان جهتش عوض میشه. من اگه در سمت راست باشم بردار مکان اونوریه، من اگه در سمت چپ باشم بردار مکان اینوریه. یعنی چی آقا؟ نفهمیدم. یعنی شما اگه از مبدأ عبور کنی بردار مکان تغییر جهت میده. من اینجا هم بردار مکان از مبدأ به سمت خودمه، من اینجا هم بردار مکان از مبدأ به سمت منه. ای جهتش عوض شد. چرا جهتش عوض شد؟ چون از کجا رد شدی؟ از مبدأ رد شدی. آقا دقت کن، هرگاه متحرک از مبدأ رد بشه بردار مکان تغییر جهت میده. من دارم راجع به چیز کوچولو برات صحبت میکنم. چرا گفتم جلسه مهمه؟ اگه کسی مفاهیم اولیه رو یاد نگیره سوال نمیتونه حل کنه. دقت کن، بردار مکان، من با چت کاری ندارم، بردار مکان. آقا حرکت شناسی رو خطی به نام محور ایکس ها یا رو محور ایگرگ ها در یک بُعد انجام میشه. من میتونم در ایکس های مثبت باشم یا در ایکس های منفی باشم، برای من فرقی نمیکنه. اگه خواستی بردار مکان رسم بکنی از مبدأ تا محل جسم رسم بکن. مبدأ تا محل جسم، مبدأ تا محل جسم، مبدأ تا محل جسم. برو کنار آقا، برو کنار. یکی دیگر یه چیز دیگه بگم، در هر لحظه یه فاصله خونتون داری، در هر لحظه یه فاصله خونتون داری. آقا اگه من همینجوری وایسم چی؟ خب فاصله ثابت، زمان داره میگذره، یعنی در یک زمانه متغیر یه فاصله ثابتی تا خونتون داری. عزیز من دقت کن، دقت کن به تخته. بردار مکان کی عوض میشه؟ میخوام یه نکته مهم یاد بدم بهت. دقت کن نکته مهم رو، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. میگه هرگاه متحرک از مبدأ عبور کنه جهت بردار مکان تغییر میکنه. هرگاه متحرک، تکرار میکنه، هرگاه متحرک ما از کجا رد شه؟ از مبدأ رد شه، جهت بردار مکان عوض میشه. شما سمت راستی بردار مکانتون اونوریه، شما سمت چپی بردار مکان اینوریه. پس اگه من اینجا مبدأ باشم اون سمتی بردار مکان اینوریه، این سمتی باشه بردار مکان اینوریه. پس اگه از این سمت بره به این سمت بردار مکان چی میشه؟ تغییر چی میده؟ تغییر جهت میده. آقا من یاد گرفتم، من یاد گرفتم، نگیری به خوابیا، یاد گرفتم بردار مکان زمانی تغییر میکند که متحرک از مبدأ عبور کنه. حرکت شناسی حرکت رو خط راسته، منفی طبقه منفی، یعنی من ابتدا حرکت شناسی رو از اینجا شروع میکنم. حرکت رو خط راست، مکان زمان. در هر لحظه ما یک مکان داریم، در هر لحظه. آقا آقا در هر لحظه شما یه سرعت هم داری یا میدونی چرا؟ من کرونتر رو میزنم، از خونمون فاصله میگیرم، در هر لحظه یه فاصله از خونمون دارم، دارم میدوام، سرعتم زیاد شده یا ممکنه آهسته برم، سرعتم کم شده. در هر لحظه من یه سرعتم دارم. وقتی کنار دستت بابات نشستی، عقربه سرعت سنج در هر لحظه داره یک سرعت رو نشون میده. در هر لحظه داره یک سرعتم هستی.
آقا ممکنه بابای من داره یه جایی گاز میده، یه جایی ترمز میکنه. یعنی در هر لحظه شما نیرو هم داری، در هر لحظه کمیتی به نام شتاب هم داری. آقا شتاب یعنی چی؟ F مساوی MA. اگر به جسمی نیرو وارد کنی، جسم ما شتاب میگیرد. پس شتاب همان نیرو است. درست شد؟ شتاب همان نیرو است که باعث تغییر سرعت میشود. آقا فرمولش فرق میکنه. عمل شتاب با عمل نیرو شبیه به همه. یعنی اگه من یکی و یه هولش بدم بهش نیرو وارد کنم، شتاب میگیره. شتاب میگیره یعنی سرعتش عوض میشه. داره یارو میره میدوه، یهو من یقهشو میگیرم میکشم. عمل نیرو باعث میشه که شتاب بگیره و سرعتشو کم کنه. یعنی در ادامه بهت میگم شتاب باعث تغییر سرعت میشه. درست شد؟ آقا من بردار مکان رو یاد گرفتم، مقدمه بر حرکت شناسی. برای بار آخر رو محور ایکسون آنلاین چندی بار تکرار میکنم تو ذهن ثبت بشه. ما حوصله نداریم تو خونه اینا رو بخونیم، ما باید اینجا یاد بگیریم، تو خونه تسهل کنیم. بردار مکان برداریه که از مبدا تا محل جسم رسم میشه. اگه از مبدا عبور کنم بردار مکان تغییر جهت میده. در هر مکان یعنی فاصله از مبدا تو یه لحظه قرار داری. مکان زمان، حرکت تابع چیه؟ زمانه. شما داری فیلمو نگاه میکنی، نگاه میکنی چند ثانیه داره میگذره. تو هر ثانیه توی تصویر شما بازیگر در یک محلی قرار داره، شاید هم یه جا وایساده باشه. پس مکان با زمان رابطه داره، سرعتم رابطه داره با زمان، شتابم رابطه داره، نیروم رابطه داره. یعنی در حرکت شناسی توی لحظه مثلا ساعت 2:20:30 من یک مکان دارم، یعنی فاصله خونمون دارم، یه سرعت دارم، شاید وایساده باشم، سرعت ندارم اون وقت، سرعتم میذارم 0، ساعت 0 هم یه عدده. یکی داره من هول میده، یک شتاب دارم و یک نیرو دارم. من در هر لحظه 4 تا کمیت دارم: مکان، فاصله از مبدا، سرعت، شتاب، نیرو. در هر لحظه. حالا دقت کن، دقت کن. میخوام برم جلو. آقا راجع مکان صحبت کردیم، بریم سراغ یک کمیتی به نام سرعت. سرعت ببین، سرعت وقتی بهت میگم یک کمیت برداریه. سرعت یک کمیت برداری، یعنی هم اندازه داره هم جهت داره. وقتی من بهت میگم سرعت اتومبیلی 20 متر بر ثانیه است، یعنی در هر ثانیه 20 متر میره به سمت راست. آقا وایس، سرعت اتومبیلی منفی 5 متر بر ثانیه است، یعنی سرعتش کم شده؟ نه، یعنی تو هر ثانیه 5 متر میره به سمت چپ. یعنی منفی سرعت نشون دهنده کاهش نیست؟ نه، کی گفته منفی سرعت نشون دهنده کاهشه؟ منفی کاهش رو نشون نمیده که. در کمیت برداری کمترین مقدار صفره. مثلا میدان الکتریکی میتونه مثبت، منفی میتونه صفر باشه. صفر کمترین مقدارشه، چون مثبت و منفی جهت رو نشون میده. میدان مغناطیسی منفی جهت رو نشون میده، مثبت جهت رو نشون میده، صفر نشون میده صفره. کمترین مقدار، جمله نگاه، کمترین مقدار یک کمیت برداری صفره. حالا آقا سرعت متحرک داره به سمت راست، برو به سمت راست، برو به سمت راست، برو به سمت راست، برو. آقا اگه متحرک ما به سمت راست بره قطعا سرعتش مثبته. اگر متحرک من به سمت راست حرکت کرد سرعت مثبته، امکان نداره سرعت منفی باشه. وقتی توی تست به تو میگه متحرکی با سرعت 30 متر بر ثانیه در حال حرکت است، یعنی در هر ثانیه 30 متر میره به سمت راست. اگه گفت منفی 30 چی؟ در هر ثانیه 30 متر میره به سمت چپ. بدو حرکت کن، برو چپ، برو چپ. آقا این یعنی چی؟ یعنی سرعت من منفیه. پس عزیزم اگه به سمت راست رفتی روی محور، اگه به سمت راست رفتی سرعت مثبته، به سمت چپ اومدی سرعت منفیه. منفی نشون دهنده جهت نیست، نشون دهنده یک کاهش نیست، نشون دهنده جهته. نگاه، کمترین مقدار یک کمیت برداری صفره. یعنی سرعت منفی 10 از سرعت مثبت 5 بزرگتره. منفی 10 یعنی در هر ثانیه 10 متر میری به سمت چپ، مثبت 5 در هر ثانیه 5 متر میری به سمت راست. پس اینا با هم متفاوته، چون منفی نشون دهنده جهته، مثبت نشون دهنده جهته. سرعت یک کمیت برداریه، سرعت کمیت برداریه. آقا من اینو تا اینجا یاد گرفتم. یه چیزی میخوام. پس اگه توی تستی گفت اتومبیلی با سرعت منفی 20 متر بر ثانیه حرکت میکند، در هر ثانیه 20 متر میره به سمت چپ، مهمه که کجا باشه؟ نه، چه در مکانهای منفی باشه چه در مکان مثبت باشه، کلا به سمت راست حرکت میکنه سرعت مثبت، کلا به سمت چپ میره سرعت
منفی خواهد بود. پس کمترین مقداری کمیت برداری هم صفره. آقا بریم بعدی. دیگه چی گفتی؟ برداری به نام بردار شتاب. ببین شتاب یعنی چی؟ آقا من از علوم یادمه شتاب عامل تغییر سرعت. آقا چیکار کنم یه نفر شتاب بگیره؟ اگه اتومبیلی گاز بده سرعت عوض شد پس شتاب داشت، ترمز بگیر سرعت عوض شد پس شتاب داشت. ولی یه فرقی داشت، گاز میدم سرعتم زیاد میشه، ترمز میگیرم سرعتم کم میشه. شتاب مثبت منفی یعنی چی عزیزم؟ شتاب مثبت یعنی متحرک رو به سمت راست هلش بده، شتاب منفی یعنی متحرک رو به سمت چپ هلش بده. همین شتاب واحدش متر بر مجذور ثانیه است. بهت میگم چرا. متر بر مجذور ثانیه. شتاب اتومبیلی منفی 2 متر بر مجذور ثانیه است. معنیش رو میگم ها، منفی 2 متر بر مجذور ثانیه است. یعنی چی؟ یعنی به سمت راست هلش میده، به سمت چپ؟ به سمت چپ هلش میده. با چه شتابی هلش میده؟ با منفی 2. منفی 2، منفی 2، منفی 2، منفی 2. وقتی شتاب شما مثبته یعنی چی؟ وقتی شتاب شما مثبته یعنی چی؟ معنیش چیه؟ وقتی شتاب شما مثبته یعنی به سمت راست هلش میدی. دقت کردی؟ دقت کردی؟ پس یادت باشه وقتی من میگم آقا بردار شتاب ما، بردار شتاب ما مثبته یا منفی، معنیش چیه؟ خیلی مهمه. وقتی که من میگم بردار شتاب من مثبته یا منفی، معنیش چیه آقا؟ من نفهمیدم. بریم ببینیم. وقتی میگم شتاب مثبته یعنی متحرکایی که تو داری اینجا به سمت راست هلش بده. آقا اگر به سمت راست، به سمت راست حرکت نمیکنه، به سمت راست هلش بدی شتاب مثبت. من دارم اینوری میرم اینوری میرم، یکی من هول میده سرعتم زیاد میشه. من دارم اینوری میرم، یکی من اینوری هول میده سرعتم چی میشه؟ کم میشه. شتاب مثبت یعنی هول دادن به سمت راسته. پس اگر من توی تستی گفتم شتابم مثبته، منظورم اینه که هول دادن به سمت چیه؟ هول دادن به سمت راسته. من متحرکم و دارم به سمت راست هول میدم. اگه شتابت مثبته، نیروی تو هم مثبته. شتاب مثبت، نیروی مثبت. شتاب منفی یعنی چی آقا؟ عزیزم فکر نکنی که به سمت راست داره میره، به سمت راست داریم هولش میدیم. آقا پس شتاب منفی معنیش چیه؟ اگه راجع به شتاب منفی نگاه بریم هولش بدیم، بریم هولش بدیم، هولش بده، هولش بدیم، هولش، هول 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 اینها. یعنی شتاب چیه؟ شتاب منفی، منفی، منفی. آقا نیرو هم منفیه. اگر شتاب شما منفی باشه 100%، 1000%، 1000,000,000 برابر درصد حتما به سمت چپ هولش میدی. شتاب شما مثبته به سمت راست هولش میدیم. آقا یعنی ترمز میکنیم شتاب منفی؟ نه صبر کن، عجله نکن. کی گفت ترمز میکنیم شتاب منفیه؟ بس صبر کنی یه ذره، بعد وایسی. اینجا نوشتم چی؟ پس عزیزم یه چیز خیلی مهم، پس شتاب منفی نشون دهنده کاهش و افزایش سرعت نیست. شتاب منفی فقط نشون میده ما به اون سمت داریم هولش میدیم. شتاب مثبت یعنی فقط داریم به سمت راست هولش میدیم، چون یه کمیته. چیه بچه‌ها؟ برداریه. آقا من مفهوم سرعت رو میدونم، وقتی مثبت به سمت راست میره منفی به سمت چپ میره، وقتی شتاب مثبته به سمت راست هولش میدم، وقتی شتاب منفی به سمت چپ هولش میدم. خب مگه نگفتی شتاب عامل تغییر سرعته؟ میگم چرا. خب پس یه جای شتاب بعد باعث شه سرعت من زیاد شه، یه جای بعد باعث شه سرعت من چی بشه؟ کم بشه. کجاست که سرعت زیاد میشه؟ کجا سرعت کم میشه؟ بریم ببینیم با هم. بریم ببینیم. دقت کن، دقت کن. حرکت تند شونده. وقتی من میگم حرکت من یک حرکت تند شونده است، یعنی اندازه سرعت من داره زیاد میشه. آقا اندازه سرعت من داره زیاد میشه یعنی چی؟ نگاه کن قشنگ، قشنگ نگاه کن، قشنگ نگاه کن. نگاه، این متحرک، این متحرک. متحرک رو دقت کن به سمت راست هلش میدم، به سمت راستم داره حرکت میکنه. اگه یه نفر داره به سمت راست حرکت میکنه در همون جهت هم هلش بدی، سرعتش چی میشه؟ زیاد میشه. وقتی میگم حرکت من یک حرکت تند شونده است، یعنی من به سمت راست هلش میدم، خودش هم به سمت راست حرکت میکنه. عزیزان اگر دیدی قطع و وصل از رو آپارات نگاه کن، اتفاق نیفتاده، چت نکن، حواس بچه‌ها پرت میشه. از توی آپارات نگاه کنید دیگه قطع و وصل شد. قطع و وصل شدنش به خاطر اینترنت خودته. اینجا در حقیقت ما پرقدرت تر اینترنت ممکنو داریم. قطع و وصل شدن صدا تاثیر به خاطر اینترنت خودت، از رو آپارات نگاه کن. آقا پس حرکت تند شونده یعنی چی؟ یعنی متحرک من به سمت راست میره، به سمت راستم هلش میدم. این باعث میشه که سرعت متحرک من چی بشه؟ زیاد بشه. آقا میتونه جور دیگه هم باشه. بله اینجا نگاه.
آقا متحرک رو به سمت چپ هلش میدم، به سمت چپم حرکت میکنه. میبینی؟ میبینی؟ نگاه 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 نگاه، به سمت چپ میره، به سمت چپم هلش میدم. این باعث شه سرعت من زیاد شه. کی سرعت متحرک من زیاد میشه؟ شتاب و سرعت هم علامت باشن. اگر شتاب مثبته به سمت راست هلش میدم، سرعت مثبته به سمت راست حرکت کرده. شتاب منفی به سمت چپ حرکت میکنه، نه به سمت چپ هلش میدم، به سمت چپم حرکت کرده. یارو داره به سمت چپ میره، یکی هم همون جهتی هلش میده، سرعتش زیاد میشه. معنی این یعنی گاز دادن. وقتی شما داری گاز میدی یعنی چی؟ یعنی شما داری در جهت سرعتت نیرو وارد میکنی. اگه متحرکی در جهت سرعتش نیرو یا شتاب وارد بکنه، سرعتش لحظه به لحظه زیاد میشه. به این میگن گاز دادن. اگر توی سوال بگه متحرکی در حال حرکت است و سرعت خود را زیاد میکند، به طور قطع میگم پس شتاب و سرعت هم علامتن، یا نیرو و سرعت هم علامتن. یعنی دوتاشون مثبتن یا دوتاشون منفین، یعنی حاصل ضربشون مثبته. یعنی تو حل تست اگر شتاب مثبته و سرعت مثبته تنده، اگه دوتاشون هم منفی باشن بازم تنده. چرا؟ به خاطر اینکه دقت کن، دقت کن، به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هم علامتن. من بهش میگم تون شونده و بهش میگم گاز میده. کی متحرک گاز میده؟ وقتی سرعت و شتاب هم علامتن. کی متحرک ترمز میکنه؟ آقا ترمز رو نگفتی، صبر کن، صبر کن، ترمز رو میخوام برم، وایسا، ترمز رو میخوام برم، وایسا وایسا وایسا. تونده شونده. آقا تون شونده رو میشه بهم بگی؟ بله، تون شونده میشه شتاب و سرعت هم علامت. آقا یه سوال احمقانه، اگه شتاب منفیه یعنی کنده؟ نه، کی گفت؟ اگه شتاب منفی به علامت سرعتم باید دقت بکنی، سرعتم باید نگاه کنی. اگه هم علامت بود میشه تند یا کند، درست شد؟ از رو علامت باید تشخیص دادیم. آقا من یه سوال دارم، کی حرکت کند شونده است؟ حتما داری تصور میکنی که اگه متحرکی به سمت راست حرکت کنه، یعنی سرعتش مثبت باشه، و به سمت چپ بهش نیرو وارد بشه، یعنی شتابش خلاف باشه، یعنی ترمز. یعنی وقتی من دارم به سمت راست حرکت میکنم، یکی یقه منو میگیره میکشه، میشه ترمز. من دارم به سمت چپ حرکت میکنم، یکی یقه منو میگیره میکشه، میشه ترمز. ترمز زمانیه که سرعت و شتاب علامتشون فرق کنه. هر وقت علامتشون فرق کنه میشه ترمز. یعنی چی آقا؟ یعنی این، یه متحرک دارم، یه متحرک دارم، متحرک من در حال حرکت به سمت راسته، ولی من به سمت چپ بهش نیرو وارد میکنم. یارو داره به سمت راست میره، به سمت چپش نیرو وارد میشه، به سمت چپش شتاب وارد میشه. خب این معلومه که داره وای میسه، یعنی معلومه که کند میشه، سرعتش کم میشه، اندازش کم میشه. اگر سرعت و شتاب خلاف هم باشن علامتشون یعنی کند شونده. آقا این منفی باشه کند شونده است؟ نه، علامت سرعت رو ببین. پس نگاه بریم جلو. آقا همش همینه؟ نه نه نه، صبر کن. متحرک تو کجا داره میره؟ متحرک تو داره به سمت چپ میره. چون به سمت چپ میره سرعتش منفیه. شتاب 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 شتاب، نگاه نگاه نگاه، شتاب به سمت راسته، بازم کند شونده است. این لعنتی که دارم میبینم به سمت راست میره، یکی به سمت چپ میکشتش. این لعنتی به سمت چپ میره، یکی به سمت راست میکشتش. این معنی چیه؟ این معنی ترمزه. ترمز یعنی چی؟ ترمز یعنی سرعت و شتاب علامتشون با هم فرق میکنه، یکی مثبت یکی منفی. آقا تو خونه نشستی و من تکرار کنم، واسه وای سای سای سای، تو خونه سرعت مثبت به سمت راست میره، سرعت منفی به سمت چپ میره، شتاب مثبت هل دادن به سمت راسته، شتاب منفی هل دادن به سمت چپه. آقا وای سا، کی تونده؟ متحرک به سمت راست بره، به سمت راست نیرو بهش وارد شه، شتاب و سرعت مثبت. به سمت چپ بره، به سمت چپ بهش نیرو وارد شه، شتاب و سرعت منفی. گاز دادن. گاز دادن یعنی چی؟ گاز دادن یعنی هم علامت بودن. ترمز، اوه اوه اوه، ترمز رو بلد نیستم. چرا ترمز رو بلدی؟ برای اینکه متحرکی ترمز بگیره، علامت سرعت و شتاب باید با هم فرق کنه. متحرک به سمت راست میره، به سمت چپ شتاب بهش وارد کن، ترمزه. متحرک به سمت چپ میره، به سمت راستش نیرو وارد کن، ترمز. آقا اگر من بگم، اگر من شجاعی بگه 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 اینها، شتاب متحرکی مثبت است، یعنی به سمت راست بهش نیرو وارد میشه، ولی به سمت چپ میره، کنده، ضربش منفی کنده. میبینی؟ یا این منفی مثبته، آقا علامتشون فرق کنه، قطعا کنده. و شجاعی بهت میگه، بهش میگن چی؟
بهش میگن متحرک ترمز میگیره، ترمز گرفت. چیزی که داری الان میبینی، چیزی که الان داری میبینی، نه عیزا اینا را اصلا ننویسا، هیچی ننویس، نگیری به خوابیا، اگر به خواب نگیری به خوابیا، بلند شو بلند شو، نخوابیا. آقا پس من یاد گرفتم، حرکت من میتونه تند یا کند باشه، سرعت میتونه مثبت یا منفی باشه، شتاب میتونه مثبت یا منفی باشه. آقا وایسا وایسا وایسا، محل تو، محل میتونه در مکانهای منفی باشه، میتونه در مکانهای مثبت باشه. بردار مکان، برداری است که از مبدأ تا محل جست، از مبدأ تا محل جست. کی بردار مکان میچرخه؟ از مبدأ عبور کنی. درست شد؟ چیزی که الان گفتم مقدمه منفیش بود. خب حالا یکی یه سوال میپرسه، میگه آقا اینو به من گفتی، من یه سوال دارم. میگم چیه؟ میگه سوال من اینه. میگم سوال چیه؟ میگه آقا سوال اینه، الان به من گفتی که، متحرک میتونه، سرعت مثبت منفی داشته باشه. از کجا بفهمم سرعتش چیه؟ از رو چه معادله‌ای بفهمم سرعتش مثبت منفی، شتابش مثبت یا شتابش منفی؟ من بلد نیستم. چجوری میتونم حرکت شناسی یاد بگیرم؟ میخوام برم تو جزوه و حرکت شناسی به تو یاد بدم. فقط نگاه کن، چیزی مثل مکان، حتما یک تابعی از زمانه، یعنی یه معادله داره. معادلش میتونه درجه یک باشه، میتونه درجه دو باشه، میتونه سینوس و کوسینوسی باشه، میتونه درجه دو به بالا باشه. آقا مطمئن باش هر لحظه ای که اینجا قرار بدی، یه چی میگیری؟ یک مکان میگیری. آقا مکان یعنی چی؟ فاصله از مبدأ. اگه من یه لحظه رو تو این گذاشتم و مثبت شد، یعنی در مکانهای مثبته، منفی شد یعنی در مکانهای منفیه. آقا بعدن به این میگم رابطه بین مکان و لحظه، بهش میگم معادله، مکان زمان، مثل معادله ایگرگ و ایکسه، میتونه درجه یک دو، سینوس کوسینوس، فرق نمیکنه بر حسب نوع حرکت. آقا من یه سوال دارم، اگر آقا هیچی ننویس، بعدا شما بعد این فیلمو چند دفعه نگاه کنید. آقا اگه مکان با زمان رابطه داره، یعنی من وقتی ساعتمو نگاه میکنم، کرونومتر رو میزنم، در هر لحظه ای در یک فاصله از مبدا قرار دارم، سرعتم همینه. آره ولی معادلش فرق میکنه، یعنی سرعتم یک رابطه ای با زمان داره، معادله سرعت زمان. یعنی شما اگه معادلش رو بلد باشی، اگه لحظه رو بذارین تو، به سرعت میرسی. چیه این؟ این سرعت لحظه ای. اوه 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 اوه، یعنی من برای هر حرکتی یه معادله دارم. تو معادله اگه تو ایکس بذارم میفهمم کجاست، تو وی بذارم میفهمم چه سرعتی داره کدوم وری میره. عزیز من قطعاً یک معادله‌ای به نام شتاب هم داره. نگاه کن، شتاب تابعی از زمان است. آقا تابعی از زمان است یعنی چی؟ یعنی اینم قطعا یه معادله داره. اگر تی توش بذاری، اگر یک لحظه مثلا تی مساوی 2-3 توش بذاری، به چی میرسی؟ به شتاب میرسی، شتاب اون لحظه. آقا پس من دارم اشتی یاد میگیرم، یعنی در حرکت شناسی که شما داری امروز من درس می‌دی و چون حرفه‌ای هستی و میدونی بعد از کجا شروع بکنی، یعنی من برای هر حرکتی یه معادله مکان زمان دارم. آره. یه معادله سرعت زمان دارم، یه معادله شتاب زمان دارم. بله. به چه دردم میخوره آقا؟ اگه توی این بگم لحظه دو رو بذارم این تو، میفهمم کجاست، میفهمم کدوم وری میره، میفهمم به چه جهتی بهش شتاب وارد میشه. اگه یه امام بذارم بغلش، چه معادله نیرو زمان، دقت کردی؟ خیلی شگفت‌انگیزه، منحصر به فرده. میخوام برم تو جزوه، جزوه رو میخوام بررسی کنم، با جزوه برم جلو. آقا پس شجاعی دانش آموزش میفهمه معادله مکان زمان داریم تو این فصل. معادله چی؟ معادله بگو تو خونه فریاد بزن، معادله چی؟ سرعت زمان داریم. معادله چی داریم؟ معادله چی داریم؟ آفرین، نعره کشید. شتاب زمان داریم که به من میگه در اون لحظه چه اتفاقی افتاد. فهمیدی؟ حالا میخوام تازه جزوه منحصر فردمو باز کنم. آقا جزوه منحصر فردو با هم باز کنیم، اصلا چجوریه جزوه؟ نگاه قشنگ گوش بده ها، میخوام جزوه رو باز کنم، بریم ببینیم جزوه چیه. قشنگ گوش بده، ببین جزوه چیه. آقا
جزوه رو نگاه کن. آها جزوه رو. اوه 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 او. چه جزوه‌ای داریم اینجا، چه جزوه‌ای هست اینجا. آقا اول اینکه من راجع به این که کتاب راجع به چیه، کتاب خودم راجع به چیه اصلا صحبت نمی‌کنم، میرم جلو. برا 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 برا. آها رسیدم اینجا، جزوه از اینجا شروع میشه. به به آقا، آقای شجاعی چه جزوه منحصر فردی. من دوست دارم برم فیزیک بخونم از الان به بعد. آره از الان بعد بری فیزیک بخونی. قشنگ گوش بده منو، قشنگ گوش بده. حالا لازم میخوام درس شروع کنم. بچه ها در دسته‌بندی کلی زمان ما دو مدل زمان داریم، یک زمان لحظه‌ایه، یک مدت زمانه. من امروز نمیخوام راجع به مدت زمان صحبت بکنم، من فقط لحظه رو میخوام، فقط لحظه. شجاعی فقط لحظه. آقا آقا بیا 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 بیا، در یک لحظه چی داری؟ یک مکان دارم، میفهمم کدوم قسمت محور قرار دارم. در یک لحظه من یک سرعت دارم، در یک لحظه من یک شتاب دارم، در یک لحظه من یک نیرو دارم. آقا ممکنه تو لحظه شتاب صفر باشه، ممکنه سرعت صفر باشه، ممکنه در مرکز باشه، اونم یه عدده، یه عدد خواهد بود، یه عدد منحصر. آقا نخوابی ها، بیدار شو بیدار شو. آقا اینجا حالا حالا در یک لحظه چه اتفاقی میفته؟ در یک لحظه آقا به شجاعی بگو ببینم در یک لحظه چه اتفاقی میفته؟ شجاعی به تو پاسخ میده. در یک لحظه متحرک ما فاصله ای از مبدأ داره، مکان تابعی از زمان. الان توش جایگذاری میکنم، یه سری معادلات بر خودم نوشتم، اینا فرمول نیست، بر خودم نوشتم، میخوام با هم ببینیم. در یک لحظه ما دارای چی هستیم؟ اوه آفرین آفرین، چیکار کردیم؟ منفجر شد. در هر لحظه ما سرعت داریم، در هر لحظه ما یه شتاب داریم، در هر لحظه ما نیرو داریم. مثل معادلا، مکان زمان، سرعت زمان، شتاب زمان، بعد جلوش هم که نیرو زمان. حالا میخوام مثال اول حل کنم، خیلی جزء فوق العاده است، با هم بریم. مثال اول آقا، بی مثال اول میشه برام حل کنی؟ من متوجه شم میگم بله. بیا نوشته که معادله رو ما داریم، میشه بگی در لحظه دو چه اتفاقی میفته؟ میگم باشه، لحظه دو رو تو همش جایگذاری میکنم، یه نتیجه فوق العاده میگیرم. آقا نگاه کن، میخوام تو این بذارم، اول عوضم تو این x برابر با یه معادله درجه 3، یه معادله درجه 2، یه معادله درجه 1 و درجه 1. میخوام ببینم در لحظه دو چیکار میکنه. قشنگ نگاه کن، قشنگ دور بزن تو، بذاریم تو منفی دو تا، دو به توان سه تا به اضافه چهار تا دو تا برابر دو به توان سه میشه 8. منفی دو رو درش ضرب کنیم، منفی 16، منفی 16 به اضافه 8 میشه منفی 8. ای یعنی متحرک من اینجاست، در لحظه دو اینجا بود. یعنی نه اینا نکو، محور رو بکش، محور رو بکش، محور کشیدم. اینجا چیه؟ اینجا چیه؟ x مساوی 0. بهش گفتی چی؟ آفرین آفرین، مبدا مکان. کجاست اول؟ اول کجاست؟ برام ببینم. منفی 8ه، یعنی این وره این وره. در لحظه تی مساوی 2 در مکان چنده؟ ایکسش منفی 8ه. نمیدونم کدوم وری میره، نمیدونم کدوم وری بهش شتاب نیرو داره وارد میشه. میخوام ببینم کدوم وری چه اتفاقی میفته. آقا آقا وایسا وایسا، خب من فهمیدم کجاست. تی بزنین تو، بزنین تو، بزنین تو، تی بزار دو. سرعت لحظه دو رو پیدا کن، ببین توی لحظه کجاست. سرعت لحظه دو کرومت میزنم دیگه. بریم منفی 6، منفی 6 تا دو به توان دو، دو گذاشتم دیگه، به اضافه 4 تا. آقا واسه نمیم به جتی گذاشتی دو، بله به توان دو 4 ضرب در منفی 6 منفی 24 به اضافه 4 منفی 20 متر بر ثانیه. یعنی تو این لحظه سرعتش منفی پ، تو این لحظه این وری میره. آقا منفی 20 متر بر ثانیه، یعنی تو این لحظه، تو این لحظه سرعتش منفیه. نگاه نگاه دور گذاشتم اینجا، به توان دو 4 منفی 4 یا 4 ضرب در 6 منفی 24 به اضافه 4 شد منفی 20، یعنی تو این لحظه سرعتش منفی 20ه. نگرش دار، به سمت چپ میره. آره بذار تو شتابش، شتاب 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 شتاب، دور بزنین تو، دور بزنین تو. سرعت برابره؟ نه نه آقا سرعت نبود، شتابه. برو شتاب، برو 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 برو، اینهاش اینهاش. آها شتاب برابره، دور بزنین تو. گفته در لحظه دو چیکار میکنین دیگه، بذارین تو میشه منفی 24 متر بر مجذور ثانیه. ای یعنی که اینوری هم هولش میدیم، شتابش منفی 24 متر بر مجذور ثانیه است. آقا به سمت چپ میره، به سمت چپ هم هولش میدی. یعنی چیه؟ تند تند شونده، تند شونده.
اوه 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 حرکت رو داری میشناسی. حرکت شناسی یعنی این، این یعنی حرکت شناسی. یعنی چی؟ کجایی؟ منفی 8. چه سرعتی داری؟ منفی 20. کدوموری هولت میده؟ منفی 24. تنده؟ بله تنده. نیرو هم داره، حتی نیروش هم منفیه، هم جهت بد باشن. دور بزن اینجا، نیرو در لحظه دو، نیرو در لحظه دو میشه منفی 72 نیوتن. یعنی همین به این سمت هم داریم هولش میدیم. آقا یعنی حرکت شناسی یعنی این فصل، یعنی من برای هر حرکتی یک معادله مکان زمان دارم. هر حرکتی، حالا بهت میگم منظورم هست از هر حرکتی یعنی چی. یه معادله سرعت زمان دارم، یه معادله شتاب زمان دارم، یه معادله نیرو زمان دارم. کافیه لحظه رو به شجاعی بدی. اگه لحظه رو بهش بدی تو اینا قرار بده، کجاست؟ کدوموری میره؟ کدوموری بهش شتاب وارد میشه؟ کدوموری بهش نیرو وارد میشه؟ شتاب و سرعت همجهت، شتاب و سرعت همجهت میشه تون شونده، شتاب و سرعت خلاف جهت کن شونده. درست شد؟ آقا اینو به من گفتی، میشه چند تا تستم برام حل کنی؟ بعد یه چیز فوق‌العاده به هم بگی که امروز منفجر شم. آره سب کن، چند تا معادل داری؟ 4 تا. مکان زمان بذار داخلش بفهم کجاست، سرعت زمان بذار داخلش بگم کدوموری میره، شتاب زمان بذار داخلش بگم کدوموری بهش شتاب وارد میشه، نیرو زمان بذار داخلش بگم نیرو کدوموریه. 4 تاش برداریه. ایکس منفی در مکانهای منفی، ایکس مثبت در مکانهای مثبت. سرعت مثبت به سمت راست، سرعت منفی به سمت چپ. شتاب منفی به سمت چپ هولش بده، شتاب مثبت به سمت راست هولش بده. آقا بریم پایین، میشه چند تا تست برام حل کنی؟ آره آفرین، بیا 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 بیا. وای چه جزوه شده آقا، بیا اینجا بیا اینجا. چند تا نکته است با هم بریم اول. چند نکته است که من اونجا گفتم، به من گفت آقا اینا رو باید بنویسی. نه عزیزم، هست. خواستم فقط با حالت یه انیمیشن جزئی، چون من برای خیلی از مباحث انیمیشن برات میارم اینجا. یعنی وقتی میخوای موج رو درس بدی، مثلا این عقب مونده موج رو برات اینجوری رسم نمی‌کنم که پلیو میذارم قشنگ موج حرکت کنه. وقتی کشش تناب دینامیک جسم میخوای بکشی، من برات انیمیشن خودم طراحی کردم برات میارم، خواهی دید. آقا بیا اینجا بیا اینجا. میگه وقتی میگی مکان، آقا وقتی میگی مکان یعنی چی؟ دانش آموز تو خونه فریاد میزنه، فریاد میزنه آقا نخواب یا نخواب بچه بیدار شو، نگاه، فریاد میزنه. میگه مکان یعنی فاصله تا مبدا. مکان برداری است که از مرکز به محل جسم رسم میشه. متحرک اینجاست، آره اینجاست، اینم مکانش. من نوشتم 15 تا آی. آقا چرا آی؟ چون محور ایکسه. چرا مثبته؟ چون به سمت راسته. رفت اونجا، بردار مکان برداری است که از مبدا تا محل جسم رسم میشه. X2 22 آی از خودم نوشتم، یعنی یارو در مکان 15 بوده رفته در مکان 22. آی چرا آی؟ چون به سمت راست میره. چرا آی شد؟ چون به سمت راست حرکت کرد. چرا جی نه؟ جی عمودیه، این افقیه. آقا وایس وایس آقا چرا نمیشه تیسه؟ چون در هر لحظه یکی مکان داره، در هر لحظه یکی مکان داره، در هر لحظه یکی مکان داشت عزیزم. حالا نگاه بردار مکان، برداری است که از مبدا تا محل جت رسم می شود منفی 5. بردار مکان، برداری است که از مبدا تا محل جت رسم می شود منفی 25. آی میتونه هر عددی باشه. حالا نگاه بردار مکان هایی که این سمتن اینوریه، بردار مکانی که این سمتن اینوریه، یعنی بردار مکان، نگاه دارم ورزش میکنم، بردار مکان تغییر چی میده؟ تغییر جهت میده. کی تغییر جهت میده؟ زمانی تغییر جهت میده که از مبدا رد شه، از مبدا رد شه. نگاه آقا، یعنی اگه مکان یارو مثبت بود یعنی در سمت راست قرار داره، اگه مکانش منفی بود یعنی در سمت چپ قرار داره. دیدی آقا اینو گفتی. میگم خب میشه سرعتم یه دوره کنی؟ چند تا تست برام بزن دیگه آقا، حسام خراب شد. بیا سرعت یه کمیت برداریه، دارم از تو جزوه میرم. باشه یعنی چی؟ یعنی کمترین مقداری صفره، کمترین مقداری که برداری صفره. یعنی منفی و مثبت بودن فقط جهت حرکت رو نشون میده. یعنی وقتی مثبته، نه اینکه سرعت زیاد شده، یعنی به سمت راست رفته. وقتی منفیه، نه اینکه سرعتش کم شده، یعنی به سمت چپ رفته. برو راست، سرعت مثبت، بیا چپ، سرعت منفیه. علامت مثبت منفی به خدا جهت رو نشون میده، به خدا جهته. بیا اینجا
بعد دانش آموز تو خونه میگه این عقب مونده ها. پس آقا من نتیجه میگیرم که سرعت منفی یعنی کاهش. نه بزنی تو سر خودت دیس بغل تو بکشی. سرعت منفی یعنی کاهش، نه یعنی به سمت چپ رفت. آقا بیا اینجا ببینم، بیا اینجا، بیا اینجا. اگر متحرکی تو تست بگه، تو تست نره کشید تر را، متحرکی از حال سکون، از حال سکون شروع به حرکت کرد، سرعت ابتدا صفره. معلومه من متحرکم، از حال سکون شروع به حرکت میکنم، ابتدا سرعتم صفر بود، اینوری برم اینجاست. متحرک از حال سکون شروع به حرکت کنه، ابتدا سرعت ابتدا صفر بود. آقا وقتی متوقف بشه، متحرکی در حال حرکت بود، چون ما میدانستیم که شتاب و سرعت آن علامتش با هم فرق میکنه، پس حرکتش کن بود و لحظه ای وایساد، توقف کرد. توقف کرد یعنی سرعت صفره. در فیزیک کنکور عزیزم اگر گفت از حال سکون بگو سرعت صفر، اگه گفت متوقف شد سرعت صفره. سرعت صفر، سکون، توقف. بیاریم پایین. آقا مثال اولو حل کن که تعلیفی خودته، میخوام چند تا حل کنی متوجه شی بفهمی. میگه آقا جمله درست رو انتخاب کن، ممکنه همش درست باشه، تست نیست، گزینه بده، شاید چهارتاش درست باشه، شاید پنجتاش درست باشه، همه هم غلط باشه. بریم ببینیم. آقا نگاه، میخوام جمله درست و نادرست. جسمی در مکان مثبت است. خب جسمی در مکان مثبته. جسمی در مکان مثبت است یعنی چی ناش؟ من اینجا محور رو میکشم، اینجا x مساوی صفره، جسمی در مکان مثبت است یعنی سرعتش مثبت. نه، جسمی در مکان مثبت ممکنه به سمت راست بره، ممکنه به سمت چپ بره، سرعتش میتونه مثبت یا میتونه منفی باشه. پس این غلطه لعنتی. جسمی در مکان، من در مکان مثبتم، دوست دارم اینوری میرم، مثبت سرعتم، دوست دارم اینوری میرم. محل حرکت که تعیین کننده جهت نیست. دوست دارم آقا دماغ اینوری، دماغ اینوری یعنی سرعت منفی، دماغ یعنی جد، دماغ اینوری یعنی سرعت مثبت. من اینجا هم دوست دارم دماغم اینوری باشه، دوست دارم دماغم اینوری باشه. دماغ یعنی جهت. غلط. وقتی نگاه اینه آزمون ورودی کنتوشانه. وقتی سرعت جسمی منفی است یعنی به سمت چپ میره، یعنی سرعت در حال کاهشه. برو بابا خیلی خری. چرا؟ چون اگر سرعت در حال کاهش باشه باید شتاب و سرعت علامتاشون فرق کنه عزیزم. در صورت که سرعت منفی یعنی خلاف میره، سرعت منفی یعنی خلاف میره. در صورتی که گفتی سرعت در حال کاهشه عزیزم، سرعت بخواد در حال کاهش باشه، من شجاعی هم نیاز به شتاب دارم هم نیاز به سرعت. ای آقا اینم غلط شد. بله اینم غلط شد. پس یه غلط هم اینجا داریم. آقا برو پایین. جسمی، نگاه، جسمی اوه در مکان منفیه. جسمی در مکان منفی. نخواب بچه، نخواب، بیدار شو. بیرم. جسمی در مکان منفیه یعنی چی؟ جسم در مکان منفی، بیا اینا اینجا مبدأه. جسم در مکان منفی، اوه در مکان منفی، سرعت آن میتواند مثبت یا من. بله درست میگه، در مکان منفی میتونه اینوری بره، میتونه اینوری بره. جسمی در مکان، چقدر فوق العاده است حرکت شناسی. دارم عاشق حرکت شناسی، یعنی تو چشات قلب زده بیرون، تو قلب منم. نگاه کن آقا این درسته، جسمی در مکان منفی سرعت میتونه مثبت یا منفی باشه. برو پایین. اندازه سرعت جسمی منفی 5. یعنی چی؟ یعنی در هر ثانیه 5 متر میره سمت چپ. میگه این سرعت بیشتر از اندازه سرعت 4. آره درست میگه. آقا ریاضی نیست، به ابوالفضل ریاضی نیست. نگاه کن، در هر ثانیه 5 متر به سمت چپ میره، در هر ثانیه 4 متر به سمت راست میره، سرعت کی بیشتره؟ سرعت 5 بیشتره دیگه. بله آقا این درست بود. باشه 10 تاش درست باشه. درست بود، به خدا به جون کسی که دوستایی درسته. آقا پایینی. میگه اندازه سرعت جسمی منفی 10. منفی 10 شد. خب یعنی چی؟ یعنی در هر ثانیه 10 متر میری کدوموری میری؟ کدوموری میری به سمت چپ. در هر ثانیه 10 متر به سمت چپ میری. میگه این کمتر از چیه؟ اندازه سرعت جسمی که انقدر داره میره. آقا این غلط میگه. در هر ثانیه 10 متر به سمت چپ میری،
در هر ثانیه 8 متر به سمت چپ میری. سرعت کی بیشتره عزیزم؟ این بیشتر از اونه. ریاضی باز در نیارم، میام تو، میام تو دوربینا، یعنی یه کلمه از دوربین میکنم داخل، وقتی منو میبینی آقا در هر ثانیه 10 متر به سمت چپ، در هر ثانیه 8 متر به سمت چپ، کمتره؟ نه عزیزم، بیشتر بود. پس ما تو این مثال دیدیم که دو تاش درست بود، یعنی هم 3 درست بود، هم 3 درست، هم 4. مجبورم خودم رو چنگ بزنم. میدونی چرا؟ چون جلسه اوله و آنلاین، یعنی پر انرژی بودن، به خاطر اینکه تو خونه دراز نکش. هر کی دراز کشته خره تو خونه. یاد باشه صاف و صوفشین، صاف و صوفشین، صاف. برو بعدی، برو بعدی آقا، حرکت کن، برو بعدی. اوه اوه اوه، اینجا چیه؟ اینجا چی داریم؟ وایسا آقا، آقا بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. ایناش میگه شتاب چی بود؟ آقا شتاب به خدا برداریه، جون کسی که دوست داری برداریه. شتاب کمترین مقدار کمیت برداری صفره. باشه بلدم. شتاب باعث نگاه آهسته یواش، خیلی جزئی آهسته بگیم کسی نفهمه، شتاب باعث تغییر اندازه سرعت میشه. شتاب باعث میشه سرعت عوض شه. چه جوری بهت میگم؟ برداری کمترین مقدار صفر باعث تغییر سرعت میشه. آقا یعنی یه سوال من دارم، اگه سرعت جسمی تغییر نکنه ثابت باشه، این شتاب صفره؟ بله. اگه شتاب صفر باشه این سرعت عوض نمیشه؟ درسته. سرعت کی عوض نمیشه؟ سرعت یک کمیت برداریه، موقعی عوض نمیشه که نه جهتش عوض شه نه اندازه. اگه کسی با سرعت 2 متر بر ثانیه داره اینوری میره، بعد 2 متر بر ثانیه اینوری بره، این یه حرکت شتاب داره چون جهتش عوض شده. اگه میخوای سرعت ثابت بمونه چیکار کن؟ اگه دنبال سرعت ثابت هستی، هم باید اندازه سرعت ثابت باشه، هم جهت. 2 متر بر ثانیه، 2 متر بر ثانیه، خب شتاب داره. 2 متر، 2 متر، 2 متر، میبینید جهتش عوض نشد. وقتی جهتش عوض نشده یک کمیت برداریه، جهت عوض نشده، اندازه عوض نشده، بعدا بهش میگن سرعت ثابت. آقا شتاب مثبت نره بکش تو خونه. شتاب مثبت یعنی به سمت راست هولش میدم، شتاب منفی به سمت چپ هولش میدم. بلدم، میبینی بلد شدم. آقا آقا نگاه 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 نگاه، کلا رو بچرخون، کلا رو بچرخون. آقا اول کلاس یه چیزی بهم گفتی منحصر فرد بود. میگم بله، الانم بهت میگم. گفتی که هر حرکتی بر خودش معادل داره. ما کلا تو این کتاب چند مدل حرکت داریم؟ من میگم 2 مدل. یا حرکت تو با سرعت ثابت انجام میشه، یا حرکت تو با شتاب ثابت انجام میشه. آقا معنی اینا رو من نمیدونم. بیا بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. من انواع حرکت رو میخوام بررسی کنم. میدونی صفحه چند کتاب؟ من هنوز کتاب شروع نکردم. شجاعی هنوز کتاب شروع نکرده. آنچه باید میدانستی، این آنچه باید میدانستیم شجاعیه. در غیر این صورت من بخوام سنبلش کنم از مسافت جاجه شروع میکنم سنبل. اینا چی آقا؟ اینا رو بعدا میگی؟ نه دیگه، بعدا هم نمیگن. هیچ وقت دیگهش بر نخواهنگش. حرکت یک نواخت، مدل یک، حرکتیست که شتاب نداره. یعنی در این حرکت شتاب به خدا صفره. یعنی چی شتاب صفره؟ یعنی سرعت از نظر اندازه و جهت ثابته. سرعت از نظر اندازه و جهت بچه ثابته. آقا دقت کن، دقت کن، دقت کن، وایسا وایسا. یعنی متحرک با سرعت ثابت تا ابد یا به سمت راست میره چون جهتش نباید عوض شه، یا متحرک تا ابد به سمت چپ میره. این در حقیقت چیزی که براش پیش بینی شده، قسمت یاروه. یعنی وقتی میگم متحرکی سرعتش 5 متر بر ثانیه است، یعنی در هر ثانیه واقعا داره 5 متر میره و جهتش عوض نمیشه که هیچی عزیزم، نرکش اینجا. پس نگاه، در هر ثانیه نه تنها جهتش عوض نمیشه، سرعتش هم عوض نمیشه. برو تا ابد، تا ابدیت ادامه بده با شتاب صفر، چون کسی تو رو هول نخواهد داد، کسی تو رو یقت رو نمیگیره، هولت نمیده سرعت زیاد شه، یا یقت رو بگیره سرعتت کم شه. تا ابد در یک جهت با یک سرعت. آقا اگه بگه اندازه ثابت درسته؟ نه غلطه. کی گفت؟ سرعت کمیت چیه؟ برداری. برای کمیت برداری چیا مهمه؟ توی کمیت برداری، تازه نگاه کن، توی کمیت برداری هم جهت مهمه هم اندازه. آقا میتونه این وری هم بره، برو اون ور، برو اون ور، برو اون ور، اینهاش. سرعت یارو چنده؟ حرکت شناسی مقدماتی گفتن روز در هر ثانیه 5 متر به سمت چپ.
در هر ثانیه یک ثانیه یک ثانیه برو جلو یک ثانیه یک ثانیه در هر ثانیه یارو 5 متر میره اینوری منفی چیه جهته آقا تو رو اول پس جهت یارو عوض شده؟ نه اندازش عوض شده؟ نه بهش میگن حرکت یک نواخت حرکت یک نواخت یعنی حرکتی که هم جهت حرکت ثابته هم اندازش میتونه مثبت یا منفی باشه لعنتی ها شتاب اینجا هم صفره شتاب اینجا هم صفره بر همین گفتم این ویدیو رو بعد چند بار نگاه کنی که مسلط به حرکت شناسی بشی آقا من یه ذره راجع به حرکت یک نواخت یاد گرفتم یه ذره فعلا کافیه کلی کار داره ها گفتم هنوز وارد کتاب نشدم آقا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا سرعت گفتی یه کمیت برده چجوری رسمش کنم من بلد نیستم من عقب موندم میگم برای اینکه رسمش بکنی سرعت برداری است که بر مسیر مماسه این تو فیزیک 11 هم داشتیم مغناطیس میگفتی یه ذره اینجوری حرکت میکنه توی ذره باردار سرعت مماس بر مسیره سرعت بر مسیر حرکت مماس یعنی اگر یارو در رو دایره در این جهت میچرخه سرعت بر مسیر حرکت مماسه میبینی سرعت مماسه آقا سرعت بر یعنی این اینجا باشه چی اینجا باشه اگه تونستی اینا سرعت بر مسیر مماسه اینجا باشه اینجا اینجا اینجا, اینجا. سرعت بر مسیر مماسه آقا یه سوال این حرکتی که داری میبینی حرکت با سرعت ثابته نه اندازه سرعت ثابته ولی جهتش چیه؟ عوض میشه این وریه، بعد این وریه، بعد این وریه، بعد این وریه این روی منحنیه روی یک دایره داری حرکت میکنی بابای تو توی دایره داره دور میزنه، دور میدون داره میزنه بابای تو داره دور میدون با سرعت 5 داره میچرخه این همجوری این حرکت با سرعت ثابت نیست سرعت یک کمیت برداریه اندازش ثابته ها جهتش چیه؟ متغیر این یه حرکت یک بار بابا یک نواخت رو خط راست جهت نباید عوض شه رو خط راست بدون تغییر جهت بدون تغییر اندازه سرعت آقا این چی این ای تونستی بگی آقا اینها یارو مثلا مریضه اومده مثلا اینجوری بازی کنه دیدی که تو دو چرخ سوار بعضی از پیستا اینطوریه نگاه یه سرعت به سمت پایین مماس بر مسیر اینهاش آقا سرعت اینجا رو ای تونستی بگی بیا اینا مماس سرعت اینجا رو دیدی مثلا ادامه اینجا بکش مماس آقا مگه جهتش عوض نشده؟ چرا عزیزم؟ چرا لعنتی؟ جهت عوض شده. پس یک حرکت با سرعت ثابت نیست. ابداً نیست. حرکت با سرعت ثابت نیست. آقا نخواب. اینجا چت نکن. سوال داشتی بپرس. آقا اگر صدا قطع وصل تصویر هرچی هست برو تو آپارات نگاه کن. چرت نزن. قرم نزن. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. سرعت بر مسیر مماسه. و اینا یک حرکت یک نواخت نیست چرا؟ چون جهتش هی در حال چیه؟ تغییره اما در SI سرعت بر حسب متر بر ثانیه است اگر اینو دارم میگم مثل مبتدی است اگر کیلومتر بر ساعت بود به متر بر ثانیه تبدیلش کن تقسیم بر 3.6 آقا غلط کردم میخوام برگردم ضرب در 3.6 حالا نگاه آقا تو مگه بیماری مگه طراح میاد اعدادی به تو میده که تقسیم بر 3.6 نشه؟ نه. اگه داد چی خب انجام بده تقسیم کن. من دانش آموز شجاعی باید تمام سرعت‌هایی که پرتکرارترین سرعت‌ها در فیزیک کنکور رو بلد باشه. عزیزان تو باید بلد باشی پرتکرارترین سرعت‌ها چیه؟ کیلومتر بر ساعت داد تحت شرایطی به چی تبدیلش کن؟ متر بر ثانیه. شاید هم نخواد تبدیلش کنی. اگر کیلومتر بر ساعت داد به متر بر ثانیه تقسیم بر 3.6 ولی بلد باش اگر توی تست تو گفت اتومبیلی با سرعت 18 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است تقسیم بر 3.6 من قبلا انجام دادم یعنی 5 متر بر ثانیه یعنی اگه ماشین شما داره تو هر ساعت 18 کیلومتر میره مثل این میمونه که اون ماشینه در هر ثانیه 5 متر بره من از این ور 18 تا اضافه میکنم از این ور 5 تا اضافه میکنم مگه هر 18 کیلومتر بر ساعت معادل 5 متر بر ثانیه نیست چرا هست خب بیا 18 تا اضافه کن اما بر 5 تا 36 کیلومتر بر ساعت داد بگو 10 54 بگو 15 لعنتی تقسیم نکن زمان نداره میخوای سریع حلش بکنی 72 20 90 25 108 30 جلسه داری میبعد اینا رو بلد باشی یا مطمئن باش انقدر تکرار میشه مسلط میشی 108 30 126 آقا اینا رو کجا آوردی از این بعد 18 تا
از این بر 5 تا 5 تا 126 35 144 40 162 45 180 55 عزیزم ضرایبشون هم درسته. یعنی چی؟ میشه اینا رو ضرب در دو کنی میشه این، میشه اینا رو ضرب در این کنی میشه این، ضرب در دو کنی میشه این، میشه اینا رو ضرب در دو کنی میشه این، ضرب در 10 کن، ضرب در 1000 کن، 198 لعنتی یا چنده؟ 18 تا اضافه کردی از این انوارم 5 رو اضافه کن بیا ایناش خودشه. دیدی؟ ما برای کیلومتر بر ثانیه مگه مریض این تقسیم بر 36 بکنیم؟ اگر این عددا نبود چی؟ هیچی. 1 2 دست میبری بالا میزنی سر خودت، 2 تقسیم بر 36 میکنی. تقسیم کن، تو که استاد جز اساتید تقسیم هستی که میتونی تقسیم بکنی، اتفاق خاصی هم نمیفته. برو تقسیم کن آقا. آقا پس کیلومتر بر ساعت به متر بر ساعت تقسیم بر 36 میخوام برم چند تا سوال حل کنم. جلوو نمیتونی بگیری یا میگه آقا اینقدر از این سوالا بدم میاد، تو فیزیک میاد خیلی بدم میاد که تو فیزیک کنکور میگه چند حالت درسته یا چند حالت غلطه، چند جمله از جمله های زیر درست است. بریم ببین. میگه متحرکی روی خط راست بدون تغییر جهت حرکت میکند. خب پس تغییر جهت نداره، یعنی یک نواخته. برو بابا، من رو خط راست میرم، یه دفعه سرعتم 10 20 40 ترمز میکنم، شاید جهتش عوض نشه، اندازش که میتونه عوض شه. اگه حرکت یک نواخته یعنی باید هم اندازه سرعت هم جهت. نوشته فقط چی؟ جهت. میگم برو بابا، جهت و بعد بگه اندازه ثابته. پایینی نگاه، میگه اگر سرعت حرکت یک ماشین ثابت باشه حتما یه بود. عزیز من ممکنه متحرک شما روی دایره با سرعت ثابت بره، جهتش عوض شه، اونم یک نواخت. یک نواخت نیست، مرگ گرفت. اگر جهت و اندازه ی حرکتی ثابت بمونه یک نواخته. بله بله این درست بود. میگه نگاه نگاه، متحرکی با سرعت ثابت دور دایره میچرخد. خب دور دایره چرخید، حرکت یک نواخته؟ نه خیر، اگه دور دایره بچرخه هم جهتش عوض میشه. درسته سرعتش ثابته ولی جهتش عوض میشه، پس یک نواخت نیست. یک نواخت یعنی چی؟ روی خط راست در یک جهت با سرعت ثابت. جمله رو گوش کن، یک نواخت روی خط، آقا منحنی نمیشه، نه منحنی مماس میکشی جهت سرعت عوض میشه، روی خط راست در یک جهت با سرعت ثابت. میگم درست بود. آقا بیا جو جو، اگه متحرکی با سرعت ثابت بره شتاب داره؟ آقا دقت کن، دقت کن، این جمله فوق العاده مهمه، فوق العاده مهم. عزیز من اگه سرعت اندازه سرعت ثابت باشه میتواند نوشته، میتواند دایره رو بیاینجا، دایره رو بیاینجا داره شکل. آقا گوش بده، اینو دیدی داره دور دایره میچرخه و شما دیدی در مغناطیس ذره رو شلیک میکردی با سرعت ثابت، با سرعت وی میرفت، با سرعت وی هم میرفت بیرون، ولی براش نیرو تعریف میکردی، میگفتی کیو وی بی سینوس تتا. یه چیزی یاد باشه من بهت بگم، اگه اندازه سرعت عوض شه شتاب داره، اگه جهت عوض شه بازم شتاب داره، دوتاش عوض شه بازم شتاب داره. یعنی میخوام برای خودت یادداشت کنی عزیزم، یادداشت کن برای خودت. چی رو یادداشت کنم؟ من میگم عزیزم دقت کن، دقت کن، اگر تغییرات چی باشه، تغییر تو چی باشه، تغییر توی اندازه باشه مثلا، نگاه 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 نه خوابی ها الان میام سراغت، نگاه نگاه، تغییر توی اندازه سرعت باشه یا تغییر در جهت سرعت باشه فرق نمیکنه، این یعنی شتاب دار. شتاب، مگه نگفتی شتاب سرعت رو عوض میکنه؟ میتونه اندازش رو عوض کنه، میتونه جهتش رو عوض کنه. یعنی من دارم این وری میرم، یکی من میکشه این وری، من دارم این وری میرم، یکی من میکشه این وری، میبینی جهتم رو عوض میکنه. وقتی جهت عوض بشه بازم شتاب داره، اندازه یا جهت یا جفت. نگاه چی نوشته، اگه متحرکی با سرعت اندازه، یعنی وی ثابته، وی ثابت، آیا گفته جهتش رو؟ نگفته. اندازه سرعت ثابت داره نگاه نمیشه میتوانه شتاب داره شه؟ بله، اگه سرعت ثابت باشه از نظر اندازه شاید جهتش عوض شه، شاید با سرعت ثابت دور دایره بچرخه. درست شد؟ یادم باشه دانش آموز شجاعی که قرار فیزیک اول 80 و 100 بزنه در کنکور 1400 تو ذهنش باید باشه، مثل پارسال یا مثل سال گذشته
حرکت شتابدار شتاب انگلی است که یا باعث تغییر اندازه سرعت میشه یا باعث تغییر جهتش میشه. میخوام برم تستو حل کنم و حواس اینجا، بیا اینجا، نگاه بیا اینجا، انگار با لیزر شلیک میکنم بهت. اگه میشه شلیک کنم که خیلی خوب بود. آقا چند مدلش درست شد؟ دو مدل، دو موردش درست شد. گزینه دو رو میزنم. دی آره بیا اینجا. آقا بی پایین. یه تعریف، آقا یه تعریفی دیگه درست کن، یه تعریفی دیگه برام حل کن، من هنوز به جای است. آقا اینا چیه؟ صفر. برو بابا، اینا فکر کن فیزیکو من شروع کردم. نه، کی گفت فیزیک هنوز شروع نشده که. نگاه، بیا اینجا. هنوز مقدمه است. تو شجاعیو میشناسی؟ گسترده، عمیق، مفهومی، تکنیکی و تستی. بریم. کدام نام درست است؟ نگاه. هرگاه شتاب متحرکی مثبت باشد به سمت راست میره. برو بابا، شتاب مثبت یعنی اینهاش، به سمت راست بره یعنی اینها، اینا ربطی به هم ندارن. وقتی که شتاب مثبته یعنی به سمت راست هلش میدن، به سمت راست هل، یقه رو میگیره میکشه. سرعت که اصلا فرمش دریوری میگه. بیا، هرگاه متحرکی به سمت راست بره، به سمت راست بره یعنی چی؟ سرعتش مثبت باشه حتما در مکانهای منفیه. برو با اینهاش، اینها x برابر با صفره، متحرک یا اینجا باشه یا اینجا باشه. گفته به سمت راست بره، میتونه در مکانهای مثبت باشه به سمت راست بره، میتونه در مکانهای منفی باشه به سمت راست بره. پس این جمله هم غلطه. اگه به سمت راست بره حتما در مکانهای منفی. برو بابا، در مکان منفی به سمت راست میتونه بره، در مکانهای مثبت هم به سمت راست میتونه بره. پس اینم غلطه. آقا غلطا رو برام جمع کردی، این باعث تسلط میشه. این پایین، نگاه، حواس اینجا. آره، زهره سال پرسید. بله، شتاب میتونه هم جهت رو عوض کنه هم اندازه رو. یه ذره عجله نکن، شتاب، اندازه، جهت، هر دو با هم. چی بشه؟ بهت میگم. برو پایین. آفرین زهره. گفته اگه شتاب منفی باشه، لعنتی، در مکانهای منفی. برو بابا، کی گفت؟ اینهاش x مساویه صفر. من اینجا باشم به این سم هولش بدم، درسته در هر دو شتاب منفیه، یعنی یا در مکانهای مثبت یا در مکانهای منفی. اینا با هم چیه؟ تفاوت داره. پس اینم غلطه. بیا اینجا، بیا بر پایین. متحرکی به سمت راست میره داره شتاب مثبته. آقا عزیزم، متحرک به سمت راست بره شتاب ربطی نداره، سرعتش مثبته. پس اینم غلطه. بعدی، هرگاه ترمز. ترمز یعنی چی؟ ترمز یعنی شتاب و سرعت، یکی مثبت منفی. اینهاش ترمز یعنی جهت شتاب آن مخالف جهت سرعت. بله، خیلی جذابه. عاشق من مطمئنم تو عاشق حرکت شناسی داری میشی. یعنی میگی به به چقدر جذاب بود، فوق‌العاده بود. آقا بیشتر و بیشترش کن. 4 تاش غلط بود، یکیش درست بود. واقعا بیشتر و بیشترش کن. میخوام برم جلو. نه، گوش بده. رو خط راست نگاه. قشنگ گوش کن. تینا. رو خط راست میرم. رو خط راست برمیگردم. نه. رو خط راست میتونه تغییر جهت هم داشته باشه. رو خط راست در یک جهت یعنی تغییر جهت نداره. میگه متحرکی رو خط راست، تینا گوش کن، متحرکی رو خط راست در حال حرکت و ناگهان تغییر جهت میدهد. بله، رو خط راست، خط راست. دیدی؟ تینا، آیرین سوال داره، من میخوام ادامه بدم. اگه سوال داری بپرس، میخوام ادامه بدم. بدو کار زیاد دارم. آیرین داره تایپ میکنه. 3 ساعت گذشت، 3 روز گذشت، 4 ساعت کنکور تموم شد. آیرین ننوشته. ببین، گوش بده. علامت شتاب، وقتی میگم شتاب مثبته یعنی متحرکمونو به سمت راست هلش میدیم. حالا اگه همجهت با سرعت باشه سرعتی زیاد میشه، اگه شتاب منفی باشه یعنی به سمت چپ هلش میدیم، اگه همجهت با سرعت باشه سرعتش زیاد میشه. ولی اگه من شتابم منفی باشه به سمت چپ هلش بدم، اون به سمت راست بیاد میشه ترمز. اگه من شتابم مثبت باشه به سمت راست هلش بدم، اون به سمت چپ بیاد، اینم میشه ترمز. شتاب علامتش یعنی جهت نیرو وارد کردن، جهت شتاب.
آیرین فهمیدی؟ بریم بعدی، بریم. اوه 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 آقا داری چیکار میکنی؟ وایستا بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. اوه کجا شد؟ وای وای، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. جو میخوام بهت بدم که کاملا از اولش پر قدرت بری. آقا تو من نره کشیدی اول کلاس به هم گفتی که دو نوع حرکت داری، یک حرکت یک نواخ. حرکت یک نواخ یعنی چی؟ متحرک رو خط راست بدون تر.